اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و ملاه بغافل عما یعملون و لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیتین ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم اینکه اذل من الظالمین. در جریان تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه معظمه، قرآن کریم نکتش را این ذکر میکند که رسول خدا منتظر نزول وحی بود که یک قبله مستقل پیدا کنند، قبلهی که رسول خدا برای کیان اسلام بپسندند و خدای سبحان هم قبلهی برای او قرار داد که مرضی حضرت باشد للاسلام، و این کار را هم با بیان حکمی مشخص کرد و هم با بیان عملی. در نحوه عمل گفته شد به این که جبرئیل امین سلام الله علیه نزول کرد و دست حضرت را گرفت و حضرت را متحول کرد، یا خود حضرت برگشت، که جمع اینها میسر است. سخنی در روایات بود که در هنگام تحویل قبله مردها به جای زنها و زنها به جای مردها قرار گرفتن. شیخ و استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه که جامع همه این فنون بودن، در اون تعلیقات شریفشون که بر وافی دارن احتمال میدهن که معنای تحویل زنها به جای مردها و قیام مردها به جای زنها این باشد که وقتی حضرت از سمت بیت المقدس به کعبه متوجه شدن، زنها که در صف پشت سر بودن صف جلو قرار گرفتن، مردها که در صف جلو بودن در صف پشت سر قرار گرفتن. یعنی مردها به جای زنها ایستادن، زنها به جای مردها ایستادن، نه اینکه زنها آمدن به جای مردها و مردها آمدن به جای زنها. چون تقدم مرد بر زن به نزد بعضی از فقها واجب است، وگرنه دیگران که واجب نمی دانند، حد اکثر کراهت باشد. ممکن است زن جلوتر از مرد بیستد در مکان مصلی و نماز او صحیح باشد، این یک کراهت حد اکثر مرتکب شده باشد. تقدم مرد بر زن شرط صحت صلات نیست در مکان اندل کل. بعضی ها قائل به وجوب شرطی هم، بعضی هم قائل به کراهت هم. ایشون می فرمان به این که وقتی رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا از سمت بیت المقدس به کعبه رو آوردن، قهرن زنها که در صف پشت سر بودن صف جلو قرار گرفتن، مردها که در صف جلو بودن صف پشت سر، نه این که این همه راه فاصله ها را طی کردن جا به جا شدن تا انسان بگوید مشی در حال ضرورت مبتر صلات نیست. این احتمال رشون میدم برای اینکه به فرمایشات سودمند ایشون عنایت کنید، این تعلیقاتشون رو بر وافی ملاحظه بفرمایید تا اینکه اگر خدای سبحان توفیق داد تعلیقات ایشون در این بحث مطرح بشود، چون چند نکته مفیدی در تعلیقات شریفشون هست. یکی اینکه گفتن مسئله قبله مسئله فنی است و جز متخصصین کسی نمی‌داند و نمی‌شود یک امر فنی را که جز متخصص کسی نمی‌داند خدای سبحان او را محور تکلیف عمومی قرار بدهد و بر همگان چیزی لازم کند که جز اهل فن نمی‌دانند. جواب می‌فرمان به این که مردم دو قسمند، یه عده کارشناس و فنی‌اند،
و یه ده افراد دیگر. خب افراد دیگر به این کارشناسان فنی مراجعه میکنن، چطور در مسائل مالی مراجعه میکنن. حالا اگر بنا شد که ما مرزهای آبیمون را با کشورهای دیگر مشخص کنیم، بالاخره اگر خودمون مهندس داریم و فنی داریم که این مرزهای آبی را تشخیص میدیم، اگرم نداریم به غیر مسلمان ها مراجعه میکنیم تا بیاییم مرزهای آبی رو من تشخیص بدن. حالا اگر اختلاف در زمین بود، مدیون بنا شد که دین خود را به داین بپردازد. دین هم مسائل زمینی است، یک مقدار کوه است، یک مقدار دره است، یک مقدار دشت است. مساحتش رو جز یک متخصص و کارشناس فنان نمیتواند بهده بگیرد. آیا این مسئله شرعی را انسان باید به تحقیق کارشناسان فنی انجام بدهد یا نه؟ آیا باید تا آخرین لحظه دین مردم را بدهد یا نه؟ و حق خودم باید بگیرد یا نه؟ این کار فنی را جز آن است که خواص میفهمم. حالا اگر چون که یک دولت اسلامی خواست مرز دریایش را با دولت همسایه از هم جدا کند، این جز آن است که یک متخصص فنانی که رشتش خیلی عمیق و دقیق است، جز با نظر او که نمیشود دریا را تقسیم کرد. اگر کوها را، اگر دشت و هامان را هم بخوان تقسیم کنن، جز با نظر یک متخصص که نمیشود که. خب اگر مسائل مالی مطرح شد، انسان باید دینش رو بپردازد یا نه؟ حق خودش را علی ما و علی خاص بگیرد. خب نه خودش بلد است نه سایر مردم چیکار بکنند، جز آن است که به متخصص و کارشناس فنی مراجعه کنند. اگر در بین مسلمین یه همچه متخصصی بود چین که باید باشد، فبه المطلوب نشد به غیر مسلمان ها راجع میکنن. سر این که مطلب دقیق است، لازمش این نیست که ما دست از دقت عمل برداریم، سهلنگاری روا بداریم. اگر یه امر دقیقی شد، ما خودمون باید کارشناس فنی بشیم، دقیق بشیم. نشد، باید این ذلت رو تحمل کنیم، به اهل فن مراجعه کنیم. در درجه اول خودمون، چون جنها جزء واجبات کفایی است. الان کشورهای اسلامی حتما باید متخصصین این چیزی داشته باشن. اون روزها خیلی مرز هوایی مشخص نبود، الان هم مرز هوایی مشخص است، هم مرز زمینی. تمام این کشورهای اسلامی باید مرزهای هواییشون مشخص کنن که تا کجای آسمان جز این کشور است که هواپیما حق تجاوز هوایی ندارد، و تا کجای زمین و تا کجای عمق دریا مال این کشور است. سیدنا استاد امام دامزلو در قاعده علالیت که ید زامن هست و ید اماره ملکیت هست، میفهمودن به این که ید تنها راجب کتاب و فرش نیست، ید که اماره ملکیت است و هرچه زیر استیلای ید است نشانه ملکیت است. میفهمودن اگر اون وقتا این صحبت ها رو میکردن، اگر دولتی بخواهد درباره ید سخن بگوید، میگوید این آسمان تحت ید من است. ید که اماره ملکیت است، اختصاصی به شخصیت ها حقیقی ندارد. ید شخصیت های حقوقی مثل دولت ها هم اماره ملکیت است. اونگاه میفهمدن تا اونجا که اعتبار عقلایی هست، یه دولت میتواند بگوید تا فلان قسمت آسمان مال این سرزمین است. کسی حق ندارد از کشوری به این کشور در حریم فضایی این کشور تعدی کند. ید برای شخصیت حقوقی مثل دولت این چنین است. خب حالا اگر ما خواستیم شعاع این ید را در مسئله فضا مشخص کنیم که تا چه اندازه ملک ایران است، یا کشورهای اسلامی خواستن مرز هواییشون را مشخص کنند، یا خواستن مرز دریاییشون را مشخص کنند تا چه عمق دریا مال این کشور است، اینها حقوق است و کارهای فنی است. دیگه نمیشود گفت چون دین سمحه سهله است پس سهلنگاری جایز است. دین سهل است، نه سهلنگاری در دین جایز است. حالا اگر دو نفر خواستن دریا را به هم تقسیم کنن، بگوین چشمنداز تقسیم میکنین یا باید به کارشناس فنی مراجعه کرد. اگر فضا را خواستن تقسیم بکنن، اگر روزی اسلام فراگیر شد، خدایی که هو الذی فی السمای الهون فی الارض اله، این سفینه ها را مسلمین پیاده کردند و کرات را هم زیر تسخیر خود آوردند، اونجا خواستن احکام اسلامی پیاده کنند. بالاخره احکام اسلامی در همه جا قابل پیاده شدن هست. حالا اگر خواستن مرزهای اون کرات را مشخص کنند، این کارا کار دقیق است. زمان فرق است بین اینکه دین سمحه سهله باشد
یا اینکه ما در دین سهل‌انگاری کنیم. الان که با این قبله نماها مثلا قبله مشخص می‌شود، آیا هیچ فقیه اجازه میدهد که یک میلی متر ما فاصله بگیریم از مرزی که مشخص شده است، منحرف بشیم به سمت چپ یا به سمت راست؟ یا همه میگن این نماز اشکال داره، حتی انگشت پا. این که گفتن دین دین سمه سهل است، یعنی سهل انگاری در دین جایز است، یعنی قوانینش قابل عمل هست، حرج نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دستورات دین حرجی نیست. نه دین یعنی دینی که سهل انگاری در او رواست، دین دین دقیق است، منتها باید یاد گرفت. اگر یاد گرفتیم که به این واجب کفایی رسیدیم، اگر یاد نگرفتیم که باید به اهل فن مراجعه کنیم، مثل سوال مسائل دقیق. پس فرق است بین این که دین دین سمعه سهل است، یا این که سهلنگاری در دین جایز است. سهلنگاری در دین جایز نیست ابدا، دین دین قابل تحمل است، یعنی هیچ برنامه شاقی ندارد. لذا فرمودن به این که اگر قواعد قبله و مسائل هیئت و نجوم که مسائل فنی و ریاضی دقیق است استوار شده، نباید گفت این امر دقیق را که مردم نمی فهمن. مردم باید یاد بگیرن، اگه یاد نگرفتن باید متخصصی مراجعه کنن. این قبله نما که الان در اکثر مناظر هست، جز آن است که محصول کار یک متخصص است. رجوع به این قبله نما که سخت نیست، ریاضیدان شدن سخت است. رجوع جاهل به عالم که دشوار نیست، عالم شدن سخت است. لذا ایشون می فرماید که اگر مسائل قبله دقیق و هن نیست، نباید گفت این که این مسئله فنی را که همه نمی فهمن، کار به دست مردم است. نه، کار به دست مردم نیست. سهل‌انگاری در دین روا نیست. دین دین عوام نیست، دین عوامانه نیست. دین دین دقیق است. انسان یا خودش دقیق می شود یا به دقیقها مراجعه می کند. مسائل فقهی چطور است؟ مگر استنباط مسائل فقهی کار آسانی است؟ مگر فهمیدن حکم الله، عبور از این 14 قرن، از لابلای این همه روایات، رسیدن به اصل صادق سلام الله علیه ما کار آسانی است؟ دین دین دقیق است. انسان اگر خودش فقیه نامی شد چه بهتر، نشد به فقهای نام‌آور بود مراجعه کند. یا خودش باید دقیق باشد یا به دقیقها سر بسپارد. نه اینکه دین دین مردمی است باری به هر جهت. دین دین سهل است، نه دینی است که تساهل در او رواست و سهل‌انگاری در او رواست. لذا همه فقها فتوا دادن که اگر کسی خواست یک میلیمتر از این قبله مشخص شده فاصله بگیرد، عمدن نماز او باطل است. حالا اگر جهلن شد، سهوان شد، خود روایات فرمودن که اگر جهلن بود، جهل به موضوع بود، بعد از اصل تحقیق دان که جهل به حکم بود، قصورن یا نسیان از حکم بود، حکم جدایی دارد. حالا یال این فواید سودمندیشون در تعلیقاتشون بر وافی دارن در همین بحث قبلهی که مرحوم فیض در جلد دوم وافی مطرح کردن. این تعلیقات شنو ملازم فرمایید، اگه خدای سبحان داد در یکی از این فرصت ها اون فرماشادیشون مطرح بشه. اونگاه خدای سبحان فرمود فول وجه که شطرن بسی بالحرام. اونها که گفتن قبله برای افراد دور حرم است، این آیه مخالف اونها. و این که آیه نمی فرماید هر جا هستی، شما که در مدینه هستی به حرم رو کن یا به مکه رو کن، همون شما که در مدینه هستی به مسجد حرام رو کن. این قول قولی نیست که کسی گفته باشد، چون اونها که میگوین کعبه قبله مسجدی هاست، مسجد قبله اهل حرم است، میگوین کسانی که در منطقه دوردست به سر برن، حرم قبله اونهاست، نمیگن مسجد قبله اونهاست. در حالی که وجود مبارک پیغمبر در مدینه تشریف داشتن، مدینه چندین فرسخیه، مکه است، در شمال مکه قرار دارد و اینها جز نائیان هستن، دورن. معزال خدا فرمود فول وجهک که شطر المسجد الحرام. و اصراری هم بر همین مطلب هست، چون که در آیات بعدی یعنی آیه 149 150 هم خواهد آمد، مکرر می فرماید فول وجهک که شطر المسجد الحرام، و هر جا هستی به سمت مسجد الحرام رو بیاور، که یعنی به سمت کعبه رو بیاور. اونگاه این معنا را خدای سبحان به رسول خودش به مسلمی اعلام کرد، فرمود و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربه. فرمود اهل کتاب میدانند این حکمی که بر تو نازل شده است وحی الهی است، و قبله برای همیشه بیت المقدس نیست.
و اینکه تو از بیت المقدس به کعبه برگشتی حکم خداست فقط. میدانم ولی نمیپذیرم. لیعلمون انه الحق من ربهم و من الله بغافر عما یعملون. اونگاه فرمود این اهل کتاب اونقدر گرفتار تعصبن که هر گونه معجزه‌ای تو اظهار کنی اونا ایمان نمی آورن. و لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک. تو اگر معجزات فراوان بیاوری اونا دست از دین منسوخ خود بر نمی دارن. اگر معجزات فراوانی هم بیاوری اونا دست از قبله خود بر نمی دارن، به قبله تو رو نمی آورن. و لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابعین قبلتهم. تو هم اونچنان نیستی که دست از حق برداری تابع قبله اونها باشی، چه این که نباید باشی. این هم بیان فعل خارج رسول خداست، هم جمله اخباری است که بدایه انشاء القا شده است. فرمود تو نمی کنی یعنی نباید بکنی، تو گرچه نمی کنی ولی نباید بکنی. این خبری است که به دایه انشاء القا شده است. تو تابع اونها نیستی یعنی گرچه تابع نخواهی بود ولی نباید باشی. و ما انت به تابع قبلته ها و ما بعضهم به تابع قبلت بعض. اونها هم دین یکدیگر را قبول ندارن. اونها که به سمت غرب نماز میخوانن قبله شرقی ها را نمیپذیرن، اونها که به سمت شرق نماز بخوانن قبله غربی ها را نمیپذیرن. و ما بعضهم به تابع قبلت بعض. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان حرف یهودی ها را نقل کرد، حرف مسیحی ها را نقل کرد، حرف مسلمین را نقل فرمود. مسیحی ها یک جانبه حق را به بهشت را برای خود احتکار کردند، گفتند حق در عالم جز مسیحیت چیزی دیگر نیست و بهشت در عالم جز مسیحیان کسی را نمی پذیرد. یهودی ها هم حکم یک جانبه در باره حقانیت خود به احتکار بهشت داشتند. یهودی ها نه مسیحی ها را قبول داشتند نه مسلمین را، مسیحیان نه یهودی ها را قبول دارند نه مسلمین را. حرفشون در همین سوره مبارکه بقره آیه 113 بود که و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. چون که در آیه 111 بیان کردن که و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. این او نصارى به نحو تنوی است، یعنی یهودیا گفتن هیچ کس وارد بهش نمیشود مگر یهود، نصارى گفتن هیچ کس وارد بهش نمیشود مگر نصارى. نه اینکه یهودیا گفتن هیچ کس وارد بهشت نمی شود مگر یهود یا نصارا، به نصارا یه همچه حرفی زدن، این چنین نیست. و قالو یعنی اهل کتاب به نحو تنوی این چنین گفتن لن یدخل الجنت الا من کان هودا، یعنی یهود گفت لن یدخل الجنت الا من کان هودا، نصارا هم گفت لن یدخل الجنت الا من کان نصارا. این حرف اونها. ولی حرف اسلام در آیات سوره مائده بود، ظاهرن که بحثاش قبلا گذشت، این بود که خدای سبحان پیغمبر فرمود به اهل کتاب بگو قول یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل. یهودی ها میگوین نصارا علی شیء نیستند، نصارا چه به انجیل عمل بکند چه به انجیل عمل نکند باطل است. نصارا میگوین یهودی ها چه به تورات عمل بکنند چه به تورات عمل نکنند باطل است. هر دو گروه میگویند مسلمین چه به قرآن عمل بکنن چه به قرآن عمل نکنن باطلن. اما اسلام به یهودیا میگوید شما اگر به تورات عمل نکردید باطل. یهود به علاوه تورات اصیل و غیر محرف حق است، منهای تورات باطل است.
نصارای منهای انجیل غیر محرف باطل است، نصارا به علاوه انجیل حق است. می فرماید قول یا علال کتاب لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و انجیله، یعنی اگر به تورات و انجیل غیر محرف عمل کردید حقی، و اگر به تورات و انجیل غیر محرف عمل نکردید بر باطلید. پس فرق بین اسلام و بین یهودیت و مسیحیت خیلی است. یهود میگوید مسیحیت مطلقا باطل است، مسیحیت میگوید یهودیت مطلقا باطل است، هر دو گروه میگویند اسلام مطلقا باطل است، ولی اسلام میگوید یهود منهای تورات اصیل باطل است، اسلام میگوید نصارای منهای انجیل اصیل باطل است، و نصارا اگر بخواهد به انجیل اصیل عمل کند حق است، یهود اگر بخواهد به تورات اصیل عمل کند حق است، چون در اون کتاب ها نور الهی است و در اون کتاب ها هم بشارت به وجود مبارک پیغمبر اسلام داده شد. لذا بین این دو منطق فرهاست. اونها بلغل مطلق میگویه های دیگر باطل است. اسلام میگوید اگر به کتاب آسمانی غیر معرف عمل کردید، نه یهودی میگوید اگر واقعا به تورات علندید فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقی. اول اونها به اسلام دعوت نمی کند. اول به عنوان جدال احسن میگوید تورات که مقبول شماست همون تورات را بیارید و بهش عمل کنید. فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقی. اگر چنون که شما واقعا یهودی هستید به تورات سر سپردید، تورات را ارائه بدید و بین ما و شما تورات حکم باشد. فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. چون اسلام دین جهانی است و خطوط کلی اسلام در یهودیت و مسیحیت هست، اون شریعت منهاج است لکل شریعتا و منهاجا. پس به اهل کتاب میگوید شما اگر به کتاب آسمانی مؤمنید اون کتاب آسمانی را بیارید بین ما و شما اون کتاب حکم باشد، هرچی اون کتاب گفت عمل کنید. اون کتاب شما را به بشارت آشنا کرده است، سر بسپرید. در همین جا می فرماید به این که یهود منهای تورات باطل است، مسیحیت منهای انجیل اصیل باطل است. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. گرچه سیدن استاد رضوان الله این آیه را به طرز دیگر هم احتمال دادن، یعنی شما پایه ندارید تا تورات انجیل را عمل کنید. اگر کسی خواست یک کار سنگینی بکند به او میگویند تو که پایه نداری، تو که به جای متکی نیستی، تکیگاه انسان توحید است، شما که توحید نداری، وقتی توحید نداشتید علی شیء مستقر نیستید، وقتی بر یه پایگاه ثابت استقرار نداشتید قدرت نداری دینتون را احیا کنی. این احتمال را دادن. ولی علی حال اسلام نمیگوید مطلقا باطلید، میگوید همون کتاب آسمانی را که خدا نازل کرد اون را عمل کنید میشوید محق، و به دستور او اگر عمل کردید قهرمان پیغمبر اسلام ما میارید. لذا فرمود به این که اینها میدانن که پیغمبر اسلام حق است ولی انجام نمیدن. در همین آیه محل بحث فرمود و ما انت بتاب ان قبلتهم و ما بعضهم بتاب ان قبلت بعض، لکن فرمود فرقش این است که تو علل حقی اونها علل هوام. و لئن تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لا من الظالمين. اونا جز ظالمینن. تو حق برایت روشن شده است، اگر حق را رها کردی به دنبال هوا حرکت میکنی، اگر قبله اونها که بیت المقدس از پذیرفتی از این به بعد استقبال به بیت المقدس هواست نه خدا. الان حق آمد، این حق برای تو روشن شد، از این به بعد دیگر کسی حق ندارد به سمت بیت المقدس رو کند. و لا اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. این هشدار را در آیه 120 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت به مسلمین داد. فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. تو اگر بخوای رضای خدا را فراهم کنی نمی شود با تحصیل رضای اهل کتاب رضای خدا فراهم بشود.
و اهل کتاب هرگز از تو راضی نخواهند بود مگر اینکه دین اونها را بپذیری. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. اونگاه فرمود ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اگر بعد از روشن شدن حق ملت اهل کتاب را بپذیری می شود هوا و خدای سبحان مولای هواپرست ها نیست و ناصر هواپرست ها نیست، مالک من الله من ولی ولا نصیر. این لعن تبعته اگر در مقام عمل باشد از باب ایاک اعنی وصف ایاجاره خطاب به پیغمبر است ولی منظور امته، ولی اگر مربوط به اصل حکم باشد متوجه خود پیغمبر است، چون حکم به دست مردم نیست. لذا این دو بیان را سیدنا استاد در ضمن این آیات و آیه سوره رعد بیان فرمود. بنابراین اگر مسئله عمل هست این تهدیدی است نسبت به امت از باب ایاکه اعنی وسمع ایاجاره، یعنی مسلمین از این به بعد دیگر حق ندارید به بیت المقدس رو بیاورید، و اگر نه ناظر به تغییر حکم باشد این متوجه پیغمبر است. در سوره مبارکه رعد آیه 37 این چنین آمد و کذالک انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق واقی و حافظی نخواهی داشت. اگر درباره اتباع عملی نازل شده باشد خطاب به پیغمبر است ولی منظور امت از باب ایاکه اعنی، و اگر ناظر به اصل حکم باشد چون تغییر حکم جز به وسیله پیغمبر به دست احدی نیست این خطاب متوجه پیغمبر است. منتها پیغمبر این کار را نمی کند یقینا، ولی خدای سبحان او را مکلف کرده است با اینکه او معصوم است، چون معصوم از حوزه تکلیف که بیرون نیست. فرمود لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک که لئن اشرکت لاحبطن عملک. یقینا رسول خدا معصوم از شرک است ولی مکلف است. این کار یعنی این فضیلت به نام عصمت مانع تکلیف که نیست، انسان مکلف است به خدای سبحان رو تکلیف میکند گرچه او یقینا این کار را نخواهد کرد. فرمود لئن اشرکت لاحبطن عملک، پس اگر ناظر به حکم باشد حتما متوجه پیغمبر است، اگر راجب عمل باشد میتواند از باب ایاکه اعنی وسمع ایاجاره خطاب به پیغمبر ولی منظور امت باشند. والحمد لله رب العالمین.